اسم من جلال رئیس‌دانا است. من پزشک اطفال فوق تخصص ژنتیک هستم و همچنین سیویل سرجن که فارسیش میشه دکتری که تو آمریکا اجازه داره که تو کار مهاجرت هست و اونایی که گرین کارت کارت سبز و سیتیزنشیپ بخوان کلیرشون میکنه، یعنی کارشون رو انجام میده که بتونن پروسسشون رو انجام بدن. اساسا من تحصیلاتم رو در دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران تموم کردم 1354. بعد از اینکه سربازیمو کردم اومدم برای فلوشیپ ژنتیک دانشگاه ایندیانا بودم. البته یه چند مدت کوتاهی هم رزیدنت سایکیاتری بودم در لندن، انستیتو سایکیاتری لندن، و بعد در دانشگاه کولومبیا در میزوری، واشنگتن یونیورسیتی در شهر کولومبیا. بعد به دلایل اینکه گرفتن هیستری و گرفتن تاریخچه شرح حال مریض اساس روان پزشکی، و من اساسا از ایران اومدم نمیفهمیدم اینا چی میگن. اکثر مریضامون هم مریضای به اصطلاح آفریقایی، آمریکایی، سیاه‌پوستا بودن. و بعد پذیرش اومد برای ژنتیک، رفتم دانشگاه ایندیانا، اونجا بودم. بعد انقلاب که شد دیگه دل ما هم طاقت نیاورد، مثل بقیه برگشتیم ایران. اونجا تخصص اطفال گرفتم و خدمت شما عرض کنم که به عنوان استادیار دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران بودم. از دیتو سرطان در بیمارستان امام کار میکردم 8-9 سال، و سال 90 به اتفاق خانواده اومدیم آمریکا و دیگه از اون موقع موندگار شدیم اینجا. مسئله مهاجرت ما هم مثل بقیه چند صد هزار تا ایرانیایی که اوایل انقلاب و بعد از انقلاب اومدن بیرون یه سری دلایل عمومی داشت، مسائل تاریخی و جغرافیایی، حالا قضاوت‌های درست یا نادرست یا نیمه درستی که هر کسی داشت تصمیم می‌گرفت بنا به شرایط شخصی و خانوادگی خودش. و مثلا اینی که خانم بنده فارغ‌التحصیل دانشگاه فنی بودن و میخواستن که فوق لیسانس بخونن، اونجا فرصتی براشون داده نمیشد. و دو تا دختری داشتیم 2 ساله و 9 ساله که اون موقع این تحلیلی بود که خب این دخترها اونجا چیکار میخوان بکنن. به این دلایل قوی اون موقع ما فکر میکنم در روی خیلی بعضی کافی قویه که اومدیم بیرون. و به هر صورت دلایلی هم من داشتم، میخواستم که کار به اصطلاح مولکول ژنتیک بکنم. مهندسی ژنتیک خیلی مد شده بود اون موقع. این برداشت بود که دستکاری در سطح مولکول ها میتونه درمان بیماری ها باشه در آینده. و ما لب مولکولر تو دانشگاه تهران نداشتیم و من اومدم یه مقدار کار مولکولر تو دانشگاه ایندیانا کردم. بعد دیگه موندگار که شدیم باید یه فکری میکردم که چجوری آینده به صلاح باثبات‌تری داشته باشم، چون گرفتن فوق لیسانس و دکترا پی اچ دی توی ژنتیک، بعد همیشه مسئله کار پیدا کردن بود، جاب سکیوریتی به قول اینجا، یا و اینی که آدم بتونه کار دوست داره و با درآمد کافی داشته باشه. بسیار نشستیم 7-8-10 ماه جای شما خالی نباشه، نشستیم حسابی روزی 18-19 ساعت درس خونیم. برای بار دوم دوباره امتحان بورد من دادم. بار اول زمان شاه تو هتل ایتون تهران بودش که قبول شدم ECFMG رو، بعد بار دوم مجبور شدیم که بعد از 7 سال دوباره بدیم و تو سن 37-38 سالگی. و بعدم دوباره 5-6 ماه صبر کردیم تا که رزیدنسی پوزیشن، 6 تا آفر 6 تا پیشنهاد داشتم، 6 تا بیمارستان مختلف آمریکا، استیت های مختلف، ایالت های مختلف. به صورت رفتم تو هانیمن یونیورسیتی تو فیلادلفیا، اونجا بودم. و خانومم دانشگاه تمپل شروع کرد فوق لیسانس انجینیرینگ. و بعد خورد سال 93-94 که شروع HMO بود، Health Management Organization، که کلا اساس بخشی از به اصطلاح بهداشت آمریکا چجوری مریضا درمان بشن و پزشکا پرداخت بشه بیراشون، تا
داشت عوض میشد و به نتیجه اون برنامه ما هم تو بیمارستان برنامه پدیاتریک اطفال هم به ما گفتن که میخوایم تعطیل کنیم که نظر اقتصادی برامون نمیارزه و بالاخره همین رزیدنت ها 10 تا رزیدنت سال 1-2 که بودیم جای مختلفی رو کردیم. من اومدم در شیکاگو چیلدرن هاسپیتال لوتران چیلدرن هاسپیتال اینجا رزیدنسی 2 سال کردم فارغ التحصیل شدم و بنابراین مشکلات مهاجرت یکی اینکه ویزا چجوری بگیریم که خودش داستانی بود که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، همه میدونن که از ایران به خصوص بعد از انقلاب چقدر سخت بودش ویزای خانوادگی، و دوم اینی که حالا شما ویزا هم گرفتید تو سن تقریبا میانه سالی 38 سالگی بخواید بشینید و روزی 18-19 ساعت در واقع دوباره بیسیک ساینس بخونید، چیزهایی که شما 20 سال قطع ارتباط کردید، علوم پایه رو از اول همه رو بخونید، رقابت بکنید با بچهای آمریکایی، با بچهای باهوش همه 180 کشور دیگه دنیا، بعد رقابت بکنید که بتونید جاب بگیرید، پوزیشن رزیدنسی بگیرید، بعد از اینکه رزیدنت شدید حالا رقابت بکنید که حالا ما گرین کارت نداشتیم مثلا ویزامون رو حل بکنیم. توی یه قسمتی که مثلا آندر سرد میگن، یعنی که جایی که منطقه محروم جنوب شهر شیکاگو، اونجا یه سری کلینیکایی بود، ارگانیزیشنی بود که اونجا من کار کردم تا 2.5-3 سال که گرین کاردم و کارت سبزم رو بگیرم، و بعدم که یواش یواش مطب خودم رو شروع کردم و همیشه کم و بیش هم مریضای جنتیک کانسلینگ مشاور جنتیک رو میدیدم برام میفرستن جای مختلف. بوتا مسئله دیگه مسئله رقابت تو آمریکا، شما هر کاری بخواید بکنید بسیار رقابت فشرده است، یعنی بهترین آدم ها از نزدیک 200 تا کشور دنیا همه میان و میخوان بیان میان اینجا، بنابراین شما با همه آدم های پشت کاردار و باهوش سر و کار دارید. و مسئله ویزا که هرچم شرایط کار فراوون و هوش رو داشته باشید باید الیجیبل باشید که بتونید ویزاتون رو درست بکنید. بعد از اینکه ویزا رو درست کردید، اینی که رقابت برای که کاری که دوست دارید انجام بدید، و اگه میخواید کار خصوصی بکنید رقابت بکنید با مثلا الان تو هول هوش ما 140 خورده ای دکتر مثل من تو همین رشته هستن که و 6 تا مدیکال اسکول دانشگاه پزشکی خیلی گنده هم تو این شهر هست که همه هم بعد از فارغ التحصیلی میخواد تو این شهر بمونن و همه هم خیلی ها از شهرهای دیگه هم میخوام بیان شیکاگو، نه همه بلی خیلی ها، و درجه خیلی رقابت سخته برای کار که اونم یه بخش دیگه ای هست. بعد مسئله ویزا رو حل کردید، کار رو حل کردید، مسئله اینکه برید تو جامعه خودتون رو جا بندازید، برید جزء بافت جامعه بشید، و یک سری مسئله دیگه اینجا پیش میاد، مسئله ایموشنال، مسئله هیجانی، مسئله عاطفی پیش میاد که شما مسلماً خیلی وقتا احساس دلتنگی میکنید، هومسیک میشید، دلتنگی میکنید، انگار پدر و مادر و خانواده و دوستان و اون محیطی که بودید از دست دادید و براتون خیلی مشکله، و به خصوص که سختی هایی که جلو پاتونه همیشه اون گذشته ای که راحت تر زندگی داشتید براتون خاطرش زنده میشه. مسئله بعدی مسئله اختلافات فرهنگیه که چجوری خودتون رو بفهمی جامعه رو و چجوری بچه هاتون رو در چه شکلی به چجوری جا بندازید جامعه، اینا چیزهای خیلی ساده ای نیست. مسئله فرهنگیش اینه که اساسا ما یه سری مشخصاتی داریم ایرونی ها به طور عموم، شاید طبقه متوسط کشورها دیگه هم که میان آمریکا داشته باشن که برامون بعضی وقتا به نفعمون خوبه، بعضی وقتا علیهمون کار میکنه، و اون مسائل ما داشتیم. به عنوان مثال ما چیزهایی که ارزشهایی که داریم به نفعمونه، یکی اون ولیو ارزشهایی که از ایژوکیشن اهمیتی که خانواده ایرانی به تحصیلات میدن که ما ایران که هستیم متوجه نیستیم، بعضی وقتا این خودش میشه یه وسواسی میشه که علیه خودمون برمیگرده و بدون اینکه بدونیم که خب حالا این تحصیلات به چه قیمتی، چقدر میخوایم پول و وقت بذاریم و چی به دست میاریم، چه رشته‌ای میخوایم بخونیم. مثلا این باوری که هر رشته‌ای در ایران خونیم همون رشته رو باید اینجا بخونیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. اساسا ما ایرونی‌ها ما بیشتر
نماینده های طبقه متوسط ایران هستیم، مثل ما هم و کشور دیگه که میان معمولا همین جوریه. آدم های طبقه متوسط آدم های خیلی سخت کوش و خیلی تمرکز میکنن رو کارهاشون، برنامه ریزی میکنن و سعی میکنن موفق باشن. و مشخصاتی که ما هم داشتیم، پشت کار و کار فراوون و تمرکز حواس و این، در قالب مواقع خیلی نتیجهش این میشه که موفق میشیم و کمک رو میکنه. مثلا یک سری ارزش های پدر مادرای ما، اجداد ما، نسل به نسل رسیده به ما. یکیش اینی که تحصیلاته، یعنی به هر قیمتی ما باید تحصیل بکنیم. نتیجهش این میشه که ما میایم اینجا، خیلی از دوستان، هموطنهای عزیزی که میان نگاه نمی کنن که رشته که در ایران خوندن آیا اینجا بازار داره، به دردشون میخوره، ارزش داره که برن توی فوق لیسانس و دکترا، کلی وقت میذارن، پول صرف میکنن، عمرشون تلف میشه، بعد میان میبینن فارغ التحصیل میشن، میبینن بازار کار نیست، شغل درست حسابی که درآمد خوب باشه ندارن. و دوم این که علیرغم سخت‌کوشی، اون سایکل کار، یعنی این که همیشه هر شغلی تو آمریکا تو هیستوری کاری، یعنی تو 100 سال اخیر شما نگاه کنید، همیشه یه فراز و نشیبی داشته، بالا و پایین میره. یعنی مثلا تو کار مهندسی به فرض 20 سال پیش خیلی کمبود بود، خیلی ها میرن مهندسی، در نتیجه بازار اشباع میشه، بعد مقدار حقوقا میفته پایین، بیکاری میره بالا، بعد یه ده نمیرن، دوباره 7-8-10 سال بعد خوب میشه. این یه سیکلیه که همه تو رشته ها کم و بیش همیشه هست. اینو باید در نظر بگیرن با هوشیاری فراوان. اساسا یه خوبه دیگه که ما ایرونی ها داریم، طبقه متوسط و اساسا همه ایرونی ها، طبقات پایین بالا همه، و علو طبع و اینتگریتیه. خیلی وقتا این نتیجهش این میشه که ما حاضر نیستیم که تو محلات بعض زندگی کنیم، کار پایین داشته باشیم، تحصیلاتمون پایین باشه. مثل خیلی ملیت هایی که میان، مثلا تو شیکاگو من دیدم، میان همون کار پایینی که ساده است دم دستشون شروع کنن، روز اول انجام میدن، با همون کارم تا 30 سال بعد بازنشسته میشن. ولی ایرونی ها دائما میخوان دنبال تحصیلات بیشتر، حقوق بالاتر، محله بهتر، روابط بهتر هستن، که خیلی خوبه. و بعضی وقتا به ندرت ممکنه که اینم علیه خود ماها برمیگرده و نتیجهش این میشه که ما یه جوری زندگی میکنیم ولی یه جوری دیگه وانمود میکنیم، یه جوری حرف میزنیم که انگار زندگیمون با حرفمون فرق میکنه و این یه مقدار انرژیمون رو میگیره به ضررمونه. این یکی. دوم این که این به قول معروف پالیتیکس اینجا رو ما در نظر نمیگیریم، یعنی که ما چه تو کار دانشگاه بخوایم وارد بشیم، تو خود محیط دانشگاه، چه تو محیط کار به خصوص، همیشه تو بیمارستان، همه جا یک اینجا پالیتیکس مثل هر جای دنیا، اینجا شاید هم بیشتر قوی تره. ما در نظر نمیگیریم، ما فکر میکنیم که اگر کارمون رو خوب بلدیم، یه چیزی رو بلدیم، باید نشون بدیم به مردم که بلدیم، در حالی که اینجا یا اکثرا دوست ندارن همچی چیزی رو. من شخصا یه چیزی که خیلی برام زجربار بوده، چوبشو خیلی خوردم تو این مملکت، همین بوده. فکر میکردم که خب بله، بنده استاد دانشگاه تهرانم و بردم جزو دو نفر بالای بیمارستانم، بنابراین تشخیصم میدم، مریضایی رو تشخیص دادم که اتنیگایی که اصلا جوان‌تر بودن، تجربهشون کمتر بود، نمیدونستن. ولی پالیتیکسش بعد از چند هفته برگشت علیه خودم و خیلی زندگی رو برام سخت کردش. بچه که بودم نمیدونم چرا دوست داشتم که خلبان هواپیمای جنگنده بشم واقعیتش. بعد که بزرگتر شدم میخواستم نویسنده بشم، برم تو کار حقوق. اولین کتابم هم کلاس 5 ابتدایی بود نوشتم، بعد خجالت میکشیدم به کسی معرفی کنم، روز بعد انداختم تو شومین سوزوندمش. بعدش میخواستم که روزنامه‌نگار بشم. بعد سال آخر دبیرستان مادرم خدا رحمتش کنه اسممو همه دانشگاه ها نوشت، همه 8-9 تا دانشگاه هم جزو 20 تای اول قبول شدم. بعد آقا اصلا مادرم گفت تو باید بری پزشک بشی. خب میرم پزشک میشم، من هیچ اطلاعی نداشتم. الان که 30 خورده سال دارم پراکتیس میکنم، پزشکی میکنم،
اگه بخوام دوباره کاری رو انتخاب میکنم دوباره به واقعیتش نگه پزشکی رو انتخاب میکنم و همین کاری که الان میکنم، کار اطفال ژنتیک، مشاوره ژنتیک، دیدن بچه ها، تشخیص بیماری های نادر و یا کمک به خانواده ها. و بکنم خیلی کار خوبیه. من دو تا دختر دارم، دخترام هم اینجا البته بزرگ متولد ایران متولد شدن و اینجا بزرگ شدن. دختر بزرگم هم رفتش به توصیه حالا تو نه مامانش هم که مهندسه که رفتش دانشگاه ایلینوی شمپین بایو انجینیرینگ خوند، بعدش متو بلافاصله رفتش پزشکی، الان هم دکتر ایمیج سیروم اورژانس. دختر دومم هم دکتر الان سال اول رزیدنسی دانشگاه ایلینوی تو شیکاگو. اونا هم خیلی کارشون رو دوست دارن، مامانشون هم که مهندسه خیلی کارش رو دوست داره. بنابراین بهترین چیز به نظر من تو آمریکا اینه که هر کسی تو هر کاری اگه بتونه بهترین کارو انجام بده اون مهمه، وگرنه هیچ شغلی ارجحی نداره به شغل دیگه. یه روز طبیعی هم معمول که من پا میشم معمولا 6 صبح ساعت کوک میکنم مریض خونه، اگر که بیبی مریض داشته باشم میبینم، اگه نه که میرم باشگاه هلت کلاب یه ساعتی بعدم میرم آفیس. و سه تا آفیس دارم تو شهر شیکاگو و هومه، دو تا پزشک آمریکایی هم برام کمکم میکنن، 10-12 تا هم استاف داریم و من افیلیتد هستم با راش مدیکال اسکول در دانتان شیکاگو و دو تا اولون مدیکال اسکول، همجور پی ای فیزیشن اسیستن پروگرام این راش و رزیدنت و استودنت برامون میاد، همیشه با ترینینگ داریم براشون، مریض میبینم، کار ادمنستریشن هم باید خودم بکنم، کار مارکتینگ هم باید بکنیم، این چیزیه که تو ایران نداشتیم، اینجا بار اضافه است. شب هم که بریم خونه به هر صورت همیشه خب کارهای معمولی به تلویزیون و اسپورت و این مسائل، این چیزهایی که به جای خود من همیشه سعی میکنم بنویسم، هر موقع به خصوص استرس که داشته باشم وقتی مینویسم استرس هم همه از بین میره. و نتیجهش این شد که دو تا کتاب نوشتم که یکیش 7 سال پیش، یکیش هم سال پیش در ایران یکی از شاگردان سابق من در دانشگاه تهران آقای دکتر ارجمند چاپ کرده، انتشارات ارجمند امیرآباد، تقاطع بولوار و امیرآباد، به نام قصه های پزشکی و پزشکی خانواده و خاطرات من، که اونایی که خوندن میگن یه سبک جدیدیه تو ادبیات ایران. در ضمن از کلاس دو ابتدایی هم یعنی رفتم کلاس دو، کلاس اول ابتدایی معادلم 20 شد، بابام گفت چی میخوای؟ گفتم من سنتور، یه سنتور خرید رفتیم پیش آقای عباس زندی، آهنگساز رادیو ایران بودن، معلمم بود تا اونجا هم سنتور رو یاد گرفتم، آن ان آف همیشه میزدم تا من الان 6 سالم هست که در ارکستر یونیورسیتی آف شیکاگو تک سنتور نواز ارکستر هستم که ارکستر 36 نفر ممبر داریم. آخرین کنسرتمون هم یشنبه گذشته 2 مارچ بودش و از 18 تا کشورم انگار عضون که میان میزنن. و بنابراین این زندگی که هست و ما چیزی که همیشه مثل هر کسی دیگه نگران هستیم اینه که به قول خودمون قضا و بلا در دامن ما رو نگیره، خودمون، خانوادهمون، مردممون، همه جای دنیا، مردمی که تو دنیا دارن زندگی میکنن چیز صلح و امنیت باشه، قضا و بلا دامنش رو نگیره، اصل مسئله اونه. ما الان 22 سالی که در شهر شیکاگو زندگی میکنیم. البته تو آمریکا هر کسی هر جایی زندگی میکنه اصلی ترین علت این که اونجا هست شغلشه، ما هم کارمون بوده، ولی واقعیتش بدون رو درباسی من فکر کنم بهترین شهر آمریکا شیکاگو. من توصیه میکنم دوستایی که دانشجو یا کسایی که برای کار یا برای ویزیت میان آمریکا شیکاگو رو در نظر بگیرن به اولویت اول. علتش هم اینه که اولا شهر قدیمیه با فرهنگ، اگه شما اون رنکینگ به اصطلاح نشنال جیوگرافی دو سال پیش 10 تا شهر بزرگی دنیا رو از 1 تا 10 گذاشت، شیکاگو 4 که از لندن و پاریس و نیویورک و شیکاگو و نیویورک آنجلس و هیوستن و شانگهای و سئول و اینا همه بعد از اون هستن. و 4 تا کریتریا هم داشته، کاری به اون ندارم، ولی اساساً شهر قدیمی با کلاس، با کالچر، با فرهنگ، مردم خیلی خوبیه، خیلی محیط دوستانه است، ادویکیشنش خیلی قویه از همه نظر، 200 خورده کالج اینجا هست، 2000 خورده کورپوریشن کمپانی هست اینجا، بغل لک میشیگان
the heart of America بهش میگن اینجا تمام هاب پروازهای تمام جای آمریکا از اینجا میاد از هم اروپا از آسیا از خاور دور وارد اینجا میشه و برخلاف تبلیغاتی که میکنن که حالا ما بریم لس آنجلس حالا بریم اینجا اونجا هیچ جایی خبری نیست همینجا بهترین جاست هواش البته سرده به خصوص امسال زمستون خیلی سخت بود ولی خب چهار فصل رو داره که خیلی جای دیگه چهار فصل هم نداره و خب شما تو ماشینی تو ساختمونید و از زمستون هم خیلی خوششون میاد لذت میبرن خدمت شما عرض کنم که اگر یکی از ما بپرسه که اشتباه عمری که تو زندگی کردی دوست داشتی که نکنی چیه در واقع یک کمی فاجعه مالی بودش که برای ما تو این چند سال اخیر اینجا پیش اومد علتش هم یه ساختمون گنده ای رو خریدیم که تو در اوج گرونی بدون تحقیقات کافی با پول فراوون و اینو این علارغم این همه سعی که میکنیم و اینا بعید نیست که آدمو بزنه زمین از مالی و درسی که من گرفتم اینه که توی آمریکا تو اینجا کافی نیستش که آدم پشت کار داشته باشه هوش کافی داشته باشه بره مدرک بگیره کار بگیره موفق باشه تو کارش پول در آوردن پول کافی هم در بیاره باز کافی نیست این که چجوری پولشو خرج بکنیم خیلی مهمه هرچی پول بیشتر کجا خرج بکنه کمتر مالیات بتونه قانونی بتونه که بتونه به قول معروف پسنداز بکنه که عجیبش نره یکی دومی که تصمیماتی که به خصوص میگیره تصمیمات یه دفعه بار سنگی من نداره و تخم مرغش توی یه سبد نذاره و تصمیم غلطی گنده نگیره که من خودم گرفتم مثلا 400 در اوج گرونی ساختمون گرونی رو خریدیم که الان کلی مسئله باهاش داریم که میتونه که خیلی مثلا فشار عصبی و روحی میاره گذشته از مسئله مالیش و توصیه من اینه که اونایی که میان آمریکا باید همیشه به قول اینجا یه ویل راند بودن خیلی مهمه اینی که آدم مهندس خوبی باشه پزشک خوبی باشه یا راننده تاکسی خوبی باشه کافی نیست اینی که چجوری پولشو خرج میکنه اینی که پولشو با احتیاط در ضمن با جرأت و به موقع بتونه خرج بکنه و یا خرج نکنه من البته در شرایطی نیستم که بتونم توصیه عمومی به همه بکنم ولی بنا به تجربه‌ای که دارم و دو تا بچه‌ای که اینجا بزرگ کردیم من توصیه‌ام اینه که تو محیط آمریکا یا خارج از کشور دو تا موضوعی که باید نگاه کنم بهش برای انتخاب شغل آینده‌شون یکی این که این شغلی که انتخاب می‌کنم میتونن بیلاشون رو بدن میتونن مثلا مخارجشون رو تأمین بکنه زندگیشون بچرخه با این یکی دومی که چقدر دوست دارن یعنی واقعا صبح پا میشن تا شب حداقل آدم باید زجر نکشه نفرت نشه بشه کاری که میکنه باید حداقل علاقه داشته باشه حداقل اگر از اونم بهترش هم اینه که شوق و ذوق داشته باشه واقعا علاقه من باشه چون خود به خود نشون میده تو کارش و بیشتر موفق میشه راحت تر موفق میشه یکی و دومی که همونطور که گفتم نگاه نکنن که خب حالا چه کاری مدرکش و اسم و رسمش بیشتره الان دنیا دیگه گلوبالایز شده و رقابت هم زیاده دیگه شما رقابت فقط با همکلاسیتون نمی کنید کسی هم که تو چین و هند و مکزیک هم نشسته با شما رقابت میکنه همون جا هم نشسته ولی با شما داره رقابت میکنه بنابراین باید اونم در نظر بگیرید که آدم هوشیارانه کمترین زمانو بذاره برای تحصیلاتش زودتر به وارد بازار بشه، بهتر پولشو خرج بکنه، بهترین سرویس رو به مردم بده، از کارش لذت ببره، زندگیش لذت ببره، چون فردا معلوم نیست چه خبری بشه، چه برای من و شما، چه برای هر کسی دیگه.